خیلی هم خوب، مرسی. درود به همه شما عزیزان که در این برنامه با ما هستید. موضوع بحث امروزی امروز زنان پشت میله‌های بی‌عدالتی و تبعیض و مضاعف است. زنانی که در زندان‌ها به سر می‌برن با شرایط خاصی مواجه هستند. از نظر تاریخی زندان ها و زندانبانیان معمولا برای زنان طراحی نشدند و قرار گرفتن زنان در این فضا با توجه به نیازهای خاص خود یک محرومیت مضاعفی رو برای اونها ایجاد میکنه. ما امروز میزبان دوست عزیزمون الهه امانی هستیم. ایشون کنشگر و پژوهشگر جنبش زنان و خیلی کارهای دیگه و چیزهای دیگه هستن که اگر بخوام همه رو بگم عملا نیم ساعت و وقت برنامه میره. و خوشحالیم که در کنار ما هستی و به صحبتهای شما گوش میکنیم. خیلی ممنون. با سلام خدمت شما پروین ملک گرامی و بینندگان و دوستانی که اینجا حضور دارن، خیلی ممنون از دعوتتون. بله، این مسئله زنان و زندان یک مسائل مهمی هستش که امروزه نه تنها برای ما ایرانی ها بلکه در سطح جهان از حاشیه به مرکز توجه پژوهشگران مسائل زنان و برابری جنسیتی گذار کرده. نابرابری های جنسیتی در سیستم های کیفری یک مشکل بین المللی هست که نقض حقوق انسانی زنان رو در همه کشورها تحت تاثیر قرار میده. در محکومان زنان، چه محکومان عادی و چه زندانیان سیاسی، کنشگران، در واقع محرومیت های مختلف اجتماعی و سیاسی رو تجربه میکنن در سطح جهان. و زنان زندانی همونطور که در سطح جهان در واقع از حقوق و برابری های جنسیتی برخوردار نیستند، در زندان هم همونطور که عنوان این بحث نشون داده در واقع محرومیت مضاعفی رو تجربه می کنن. ما می دونیم که زندان های جهان در واقع با ایده نگهداری و محبوس کردن مردان در شکل گرفته و امروزه میزان توسعه کشورها در واقع نشون میده که چقدر این ساختارهای زندان تونسته پاسخگوی نیازها و حقوق زنان باشه. دلیل اینکه به هر حال زنان زندانی، چه زندانیان عادی چه زندانیان سیاسی، در واقع یک نیازها و شرایط خاصی رو به سبب زن بودنشون در واقع تجربه میکنن. من فقط نمیخوام زیاد راجع به مسائل جهانیش بگم، ادبیات خیلی غنی در این زمینه وجود داره، ولی فقط میخوام اشاره کنم که این رشد تعداد زنان زندانی چقدر در واقع گسترده هستش و با چه آهنگ سریعی تعداد زنان زندانی در سطح جهان در حال در واقع بالا رفتن هستش. تخمین زده میشه که 741 هزار زن و دختر در سطح جهان در زندان ها به سر میبرن که این رقم در واقع رشد خیلی خیلی، این تعداد رشد بسیار زیادی رو داشته و یک رشد 17 درصدی رو از سال 2010 داشته. آمریکا به عنوان یک کشوری که بزرگترین تعداد زندانیان جهان رو داره از نظر آمار، یکی از بالاترین تعداد زندانیان زن رو هم در سال در جهان داره و در سال آمارهایی که در اختیار بود در سال 2021، یعنی تقریبا 3 سال پیش، که بدون شک این تعداد افزایش هم پیدا کرده، ما 83300
زن زندانی در سطح جهان وجود داره که این رشد 600 درصدی کرده نسبت به پریود قبل در سال 1978. در نتیجه ما میدونیم که حالا آمارها هست، من در مقاله‌ای که در نشریه خط صلح به چاپ رسوندم با تحقیق گسترده در زمینه جهان و ایران بودش که دوستان آمارها هست، مثلا چه کشورهایی بیشترین تعداد زنان رو دارن و چه رشدی داشته این در کشورهای مختلف و غیره. به هر حال این یه نکته دیگه هم که میخوام اشاره کنم اینه که نه تنها تعداد زندانیان زن، بلکه در سطح جهان کلن تعداد زندانیان چه زنان چه مردان هم افزایش چشمگیری داشته. حالا در مورد خب برگردیم به کشور. یه نکته قبل از اینکه برم به قسمت ایران یه توضیحاتی بدم، ولی زنان زندانی خب یک لایه های از همون لایه های مضاعفی که در تیتر این هستش، لایه های مضاعفی رو تجربه می کنن. یکیش مسئله فشارهای روحی، اجتماعی، محدودیت های اجتماعی، انگ هایی که به زنان زندانی میشه، باعث میشه که بعد از آزاد شدن هم برای بازسازی زندگی خودشون با چالش های فراتری از مردان مواجه بشن. نکته دوم این که زنان زندانی به علت همین انگ ها و فشار روحی و اجتماعی که به دلیل ستم های جنسیتی در جامعه به زنان وارد میشه، بسیار بسیار با خانواده های خودشون، با فرزندان خودشون مشکلات بیشتری دارن در زمینه ایجاد رابطه یا حفظ اون رابطه مادری فرزندی. اغلب حضانت کودکان خودشون رو از دست میدن و یا فرزندان اونها در زندان بزرگ میشن که این هم خودش یه بار روحی زیادی داره، هم برای فرزندان هم برای مادری که محبوسه و فرزندش هم در زندان هست. حالا اون هم قوانین بین المللی یه شرایطی رو برای اون در واقع ایجاد میکنه. حالا اگر بخوایم برگردیم، من خیلی مختصر راجع به زندانیان در کل صحبت کردم، ولی اگر برگردیم به مسئله ایران، در واقع ایران یکی از کشورهایی هستش که حقوق زندانیان، چه زندانیان عادی، زندانیان زن عادی و چه کنشگران سیاسی، اجتماعی، دگراندیشان و کسانی که برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن و شایسته این هستن که در واقع مدال‌های افتخار بگیرن، شایسته این هستن که ازشون در سطح اجتماعی، در سطح جهانی قدردانی بشه، ما میبینیم در زندان هستن و به دلیل فعالیت‌های مدنیشون، به دلیل فعالیت‌های اجتماعیشون. من میخوام قبل از اینکه به مسئله زندانیان در ایران اشاره کنم که باز هم این رو اشاره میکنم، دو موردی که الان اخیراً بوده و بسیار بسیار نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی رو در واقع تکون داده، همین اخیراً مسئله حکم اعدام برای شریفه محمدی که در واقع اون خواهان این بود که اتحادیه‌های کارگری به وجود بیاره در ایران. خب ببینید، اتحادیه کارگری یک نهاد مدنیه برای حمایت از حقوق کارگران، حمایت از حقوق بخشی که در واقع حقوقشون پایمال میشه، حقوق اقتصادیشون، اجتماعیشون، و این عمل شایسته قدردانیه نه حکم اعدام. و نکته مورد دیگه‌ای که باز اخیراً هست و میخوام اشاره کنم که این اسامی رو ما باید به خاطر بسپاریم، شریفه محمدی اخیراً به اعدام محکوم شده و یا قبل از اون زینا مدرس گرجی به که خبرنگار فعالیت های مدنی داشته، زنی از اقلیم پر
جسور و دلیر کردستان که به 21 سال زندان محبوس شده. شما تصور کنید چرا باید یک زن به 21 سال زندان برای فعالیت‌های مدنیش محبوس بشه. حکایت از شرایط بسیار بسیار ناعادلانه و در تناقض با قوانین و مقررات بین المللی و حتی مواردی حتی قانون اساسی ایران هم هستش. احکام سنگین زندانیان کنشگران سیاسی و زندانیان زن در ایران، من میتونم 60 سال زندان همین چندی پیش برای 11 تن در استان گیلان از یک سالگی تا یک سال تا 6 سال صادر شده و 60 سال برای فعالیت مدنی برای کنشگری در مورد حقوق زنان. و اینها واقعا قابل تأمل و قابل این هستش که تک تک ما زنان و مردان برای عدالت خواهی در این زمینه احکام سنگین به زنان ما در واقع مبارزه کنیم و اطلاع رسانی کنیم. اغلب زندانیان کنشگران زن به اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی برای پیگرد قانونی قرار می گیرن، از جمله مثلا آتنا دائمی، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی. چه فعالیت آتنا دائمی علیه امنیت ملی بود؟ آیا مطالبات زنان و طرح علیه امنیت ملی است؟ اینها به هر حال مواردی هستش که بسیار بسیار امروزه در سطح جهان از طرف نهادهای بین المللی مورد سوال و پیگرد قرار میگیره. حالا در مورد زندانیان عادی میخوام در ایران صحبت کنم و زندانیان عادی در ایران و در جهان همونطور که اشاره کردم یکی از آسیب دیده ترین و محروم ترین اقشار زنان هستند. یعنی زنان و از نظر در جامعه ما هم به همین صورت هست. زندانیان عادی یکی از محروم ترین اقشار جامعه ایران هستند. محرومیت مضاعفی رو تجربه می کنند که به زنان زندانی تحمیل میشه و به همون دلیل که طراحی زندان عمدتاً زندانهای جهان و ایران برای زنان نبوده. باید اشاره کنم که حالا جامعه بین الملل که تمام کشورها به سبب عضویتشون در سازمان ملل باید از این قوانین بین المللی رو رعایت کنن و در سطح ملی اونها رو در قوانین اساسی خودشون یا پیاده کنن و اونها رو رعایت کنن. قوانین حداقل رفتار با زندانیان، همه زندانیان در 14 دسامبر 1990 در واقع توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و نیازهای زنان، این به ویژه در مورد زنان بود، این قوانین حداقل استاندارد رفتار با زنان زندانی. و در جامعه جهانی به درجات مختلف کشورهای مختلف این قوانین رو رعایت میکنن. چیزی که باید به خاطر بسپاریم این قوانین، اگر دوستان میخوان بیشتر راجع به این بدونن و به هر حال کسب اطلاعات بکنن، اینها به عنوان قوانین بانکوک که در واقع قوانین بانکوک مینیموم و حداقل استانداردهای روابط در مورد شرایط رفتار با زندانیان زن توجه خاص به ویژه داره به رابطه کودک و مادران زندانی. زنان زندانی طبق این قوانین باید امکانات تماس با خانواده‌های خودشون رو داشته باشن، دسترسی به مشاوره حقوقی داشته باشن و امکان اشتغال چنانچه نیاز به اون دارن داشته باشن.
یکی از مواردی که ما در ایران میبینیم بازی‌های مختلفی میشه با زنان زندانی، به ویژه زنان زندانی سیاسی اجتماعی، اینه که زنان زندانی طبق قوانین بانکوک باید به زندان‌های نزدیک محل مسکونی خودشون در واقع سپرده بشن یا در اونجا باشن تا بتونن چنانچه نیاز هست مراقبت‌های خانوادگی کنن و این مسئله ما می‌بینیم به کرات به ویژه در مورد زنان کنشگر سیاسی اجتماعی ما می‌بینیم زندانیان زن به زندان‌هایی که اساساً در محل اقامتشون نیست و دسترسی به خانواده‌شون ندارن فرستاده میشن و از این نظر بسیار بسیار محرومیت‌های مضاعفی به اونها تحمیل میشه. مسئله بهداشت شخصی و مراقبت‌های پزشکی هم باید یکی از مواردی هستش که رو اون تاکید. ببخشید یک لحظه فکر کنم که صداتون قطع شده، شاید تلفن داشتید. آره الان خوبه. یکی زنگ میزد صدا قطع شد. قوانین بانکوک میخواستم تاکید کنم که در مورد مراقبت‌های پزشکی زنان هم تاکید ویژه‌ای داره و ما میدونیم این مورد هم یکی از مواردی هستش که به صورت گسترده در واقع حقوق زنان زندانی به ویژه زندانیان کنشگران سیاسی اجتماعی در واقع رعایت نمیشه. ما بارها دیدیم در بیانیه‌های مختلف، در نامه‌هایی که زندانیان زن می‌نویسن که اونها به مراقبت‌های پزشکی احتیاج دارن و به هر حال این در نظر گرفته نمیشه. جنبه دیگه که این قوانین بانکوک به اون اشاره می‌کنه و ما در ایران باز بسیار 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 کارنامه سیاه و تیره ای داریم در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی، اینه که کسانی که در زندانها هستن، زندان زنان هستن، باید در واقع ترینینگ و آموزش ببینن که و اهمیت و حساسیت رفتار با زندانیان به ویژه اگر کودکانشون هست، در مورد اینکه کودکان نباید باید فضای مناسب برای کودکان به وجود بیاد و کارکنان زندان با احترام و حفظ اون حقوق انسانی زنان با اونها رفتار کنن، اونها رو مورد اذیت و آزار، مورد تعرضات جنسی و غیره قرار ندن، در حالی که ما میبینیم توهین و تعرض چه لفظی چه فیزیکی برای بسیاری از زنان زندانیان سیاسی در ایران و به ویژه زندانیان اجتماعی و سیاسی وجود داره و این بسیار بسیار باز یک جای تأمل و جای این هستش که ما در واقع این موارد رو به اطلاع بدیم و تک تک ما به عنوان تک تک شهروندان یک کشور موظف هستند صدای خودشون رو در مورد رعایت حقوق زندانیان در واقع دولت رو پاسخگو بدونن در مورد این موارد. از نکات دیگه‌ای که من میخوام اشاره کنم قبل از این که بریم به سوالات دوستان، اجازه بدید دارم یاد داشتم و نگاه میکنم که ببینم مسئله دیگه که در ایران در گزارشات سازمان‌های حقوق بشری به کرات قید شده در مورد وضعیت زنان زندانی در جمهوری اسلامی، مسئله ازدحام زندان هاست و اینکه در واقع فضایی که زندانیان در اون نگه داشته میشن فضای سالمی نیستش. در گزارشاتی که چاپ شده و در اختیار عموم هستش در سطح جهان که خوشبختانه به علت رسانه‌های اجتماعی
این گزارش ها ترجمه شده، ترجمه فارسی اون هم در اختیار هستش. در بعضی از موارد 2000 زن زندانی در فضایی، چه زندانیان عادی، زن عادی و چه زندانیان اجتماعی سیاسی، در فضایی نگهداری شدن که متعلق به مثلا فرض کنید به 600 نفر بوده. از این نظر و بسیاری موارد قید شده در گزارشات حقوق بشری که کودکان در فضای نامناسب بدون نور با هوای آلوده نگه داشته شدن. اینها مواردی هستش که در واقع نهادهای بین المللی که رو مسئله زنان زندانی کار میکنن اشاره کردن و این در اختیار دوستان میتونه باشه. من میخوام یک کدی از اظهارات رئیس سازمان زندانها در ایران که در سال 1397 تا 2019 حدود 3% از 240,000 زندانی در ایران رو زنان تشکیل میدن. این آماری هست، آمارهای ایران میتونیم بگیم زیاد هم دقیق نیست، ولی ممکنه یک شمای کلی به ما بده. از این در آمار جدیدی هم نیست، ولی آماری بود که من تونستم در مطبوعات ایران پیدا کنم. در 1397 در واقع حدود 3%، 2019 که 5 سال پیش میشه، حدود 3% از 240,000 زندانی در ایران رو زنان تشکیل میدن. و گرچه در خلال 45 سال گذشته به کرات از کسان صاحبان قدرت در ایران، از رئیس جمهور، از رئیس قوه قضایی و غیره ما شنیدیم که در واقع ما میخوایم جمعیت کیفری رو یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی ایران کاهش بدیم، ولی نه تنها کاهشی داده نشده بلکه به تعداد زندانیان هم افزوده شده. نکته جالبی که باز در مطبوعات ایران من دیدم و بسیار جالب هستش اینه که 95% از زنان زندانی، زندانیان عادی در ایران جرائم غیر عمد در واقع مرتکب شدن و در بسیاری از موارد به خاطر حضانت فرزند، ولی اکثریت قریب به اتفاق زندانیان عادی در ایران، زندانیان زن، به علت جرائم مالی بوده. و روایات مختلفی هست که حتی در مطبوعات ایران ما میتونیم اونها رو مشاهده کنیم که زنان به علت محدود بودن و عدم درک و آگاهی و حتی میتونم بگم برخیشون اطلاعات محدودی از سازوکارهای جامعه دارن، در واقع تعهدات مالی رو متقبل شدن و چون نتونستن اون به خاطر فرزندانشون یا به خاطر شوهراشون و به علت اینکه نتونستن اونها رو برآورد کنن در زندان هستن. این در مطبوعات ایران هم انعکاس پیدا کرده که در واقع این مسئله تعهدات مالی یکی از دلایل عمده‌ای هستش که زنان در ایران، در زنان زندانیان عادی در ایران هستند. همچنین باز بر اساس یک، من به آمار توجه دارم، به هر حال اعداد آمار یک گوشه از حقیقت رو به ما نشون میدن. در دسامبر 1402 113 زن زندانی سیاسی عقیدتی در زندانهای ایران به سر میبرن که 65 تن از اونها در زندان اوین هستن و این هم رشد قابل توجهی داشته. ما شاهد هستیم در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی تعداد زیادی از زنان و دختران به علت در واقع حضورشون در خیابون‌ها و عملیاتی که در خیابان‌های کشور ما نشون دادن به زندان‌ها افکنده شدن. و این در واقع مسئله حجاب، تعدد دستگیری ها و زندانی شدن به علت حجاب، به علت عدم وجود قوانین که بتونه پیاده بشه و در مورد خشونت های خانوادگی و موارد دیگه، تعرضات جنسی که بسیاری از زنان
حتی اون رو گزارش نمیدن چون بار دیگه در چرخه محکومیت های سنگین قرار میگیرن. یعنی به عبارتی میخوام صحبتم رو اینجا در واقع تموم کنم و بعد به گفتگو بپردازیم، اینه که ما میدونیم جامعه ایران از نابرابری های جنسیتی و نقض حقوق زنان به شدت برخورداره و این حتی در مقایسه با سایر کشورهای اکثریت مسلمان ایران جایگاه خوبی در این کشورها هم نداره. ما میدونیم در ایران زندانیان سیاسی و عقیدتی زنان بسیار بسیار با محکومیت های سنگین مواجه میشن و زندان در واقع فضایی هستش که همون نقض حقوق زنان که در جامعه گسترده ایران در جای جای اون از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پایمال میشه، در زندان این نقض حقوق زنان مراتب بیشتر، به مراتب تیره تر، به مراتب در واقع پرچالشتر برای زنان زندانی هستش. گفتنی زیاده در این باره، هم در مورد شرایط زنان زندانیان عادی و زندانیان سیاسی در ایران، ولی من در اینجا صحبتم رو تموم میکنم و در پایان میخوام بگم که واقعا تک تک ما به وجود و جسارت و عبور از دیوارهای ترس در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه در ایران، ما باید باعث افتخار تک تک ما هست، به دلیل اینکه علارغم اینکه در زندان هستن، علارغم اینکه هر لحظه ممکنه مجازات هاشون بدون یک سیستم عادلانه افزوده بشه، ولی همچنان در زندان مقاومت میکنن، همچنان در زندان بیانیه میدن، همچنان در زندان اعتصاب قضا میکنن و این بسیار بسیار جای افتخار داره که اونها از دیوارهای ترس عبور کردن و شجاعت رو تکثیر میکنن. متشکرم. خواهش میکنم. با تشکر از شما، با صحبتهای خیلی خوبی که کردید، من کامنت رو باز کردم که اگه دوستان سوالی دارن چیز کنن، بنویسن سوالشون رو که شما پاسخ بدید. و خب همونطوری که گفتید، ما اتفاقا دیروز داشتم که راجع به زینب جلالیان یه مقدار فکر میکردم و من نگاه کردم دیدم این 17 ساله که الان تو زندانه و عملا داره از شهری به شهر دیگه متاسفانه منتقل میشه و همینطوری که میدونید اینو بعد یک سری اتهامات بدون دلیل زدن. این یه بخشش. بعد یه مسئله دیگه، خب ما داریم زنان باهایی رو داریم که فقط به خاطر عقیده مذهبیشون در زندان هستن و واقعا الان اینها یه جنبشی درست کردن به اسم داستان ما یکیست، یعنی واقعا داستان ما یکیست. و من یه مقاله خوردم راجع به یک زن ترنس و این زن ترنس ها و عملا بیشتر مورد ظلم قرار میگیرن به خاطر اینکه یک زندگی یک کسی رو که میخوندم با وجودی که رفت و جراحی و اینجور چیزا بود، ولی خب خانواده اینو از خونه بیرون کردن و خب هیچ جا براش کاری نبود و این مجبور شد که بره دنبال دراگ، شروع فروختن مواد مخدر و خودش هم بعدن چیز شد، خودش هم شروع کرد به استفاده کردن. و این تو زندان از زندگی و شرایطش که میگفت این که هیچ جا پذیرفته نمیشد و عملا اون هورمون تراپیش هم ادامه پیدا نمیکرد. یعنی واقعا این چیزها وحشتناکه، مخصوصا زندانی های عادی که به خاطر همونطوری که به خوبی شما صحبت کردید، به خاطر خب قرضشون، به خاطر مسائل مالی، به خاطر فقر، و اینها تو زندان با بچه های شیرخوارشون دارن با یه زندگی وحشتناک و اسفناکی میرن که عملا صدای بیرون ندارن. یعنی خب ما راجع به زندانیان سیاسی همیشه
نیروهای مترقی خارج از کشور و داخل کشور در ارتباط با اینها کمپین را میندازیم، توییتر را میندازیم، ولی اونها هیچ صدایی ندارن. من میخواستم که همینطور که نشستیم که دوستا سوال کنن یه صحبتی بکنم، اینکه خب این قوانین هست، این قوانینی که همونطوری که گفتین قوانین بانکوک هست، سازمان ملل هست، نمیدونم حقوق بشر هست. خب وقتی که یک کشوری این قوانین خیلی خوبه، ولی وقتی که توی کشوری این قوانین رعایت نمیشه چه باید کرد؟ پاسخ اون اینه که من معتقد نیستم که جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی آمریکا، در واقع اینها دلشون برای مردم کشور ما نمیتپه. پاسخ این سوال از مبارزات مردمی و از کسانی هستش که در ایران هستن. طبیعتاً ما به عنوان ایرانیان، 6 میلیون ایرانیان دایاسپورا، ما وظایف خودمون رو داریم در مورد اطلاع رسانی، ولی پاسخ در جای جای مبارزات مردمی، مبارزات زنان و پاسخگو دانستن دولت جمهوری اسلامی هست برای نقض این حقوق انسانی زنان زندانی. و طبیعتاً ما میدونیم که جامعه ایران، یا لاقل نظر من هست، جامعه ایران به ویژه زنان و جوانان زیر پوست شهرها یک آتش زیر خاکستره. ما در جنبش زن زندگی آزادی، خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، دیدیم که چطور جوانان، چه زنان چه مردان، با عبور از دیوارهای ترس، بیباکانه جان برکف در خیابانها حضور پیدا کردن. اگرچه سرکوب شد، اگرچه در ظاهرن ما در خیابانهای ایران چنین خیزشی رو مشاهده نمی کنیم، ولی من عمیقا اعتقاد دارم، بر این باور هستم که مطالبات مردم پاسخ داده نشده و این نارضایتی ها، این در واقع میل به برقراری و استقرار دموکراسی، احترام به حقوق انسانی و غیره، همچنان در ایران وجود داره و باردی به هر زمان ما باید میتونیم شاهد یک خیزش دیگری باشیم. شرایط اقتصادی هست، شرایط اجتماعی هست، فشارهایی که به زنان و دختران هست و آینده‌ای که در واقع به ویژه جوانان و زنان جوان برای خودشون در ایران متصور نیستن. ما کلیپ های مختلفی در خلال این دوره انتخابات دیدیم که جوانان بیباکانه میگفتن که اساساً امیدی به آینده ایران برای خودشون با توجه به مختصات کنونی نمیبینن. در واقع و خواهان تغییرات بنیادی، تغییرات ساختاری در جامعه ایران هستند. این مطالبات برآورده نشده. در نتیجه همچنان چون آتشی زیر خاکستر وجود داره و هر زمان تا تحقق این اهداف انسانی، تا تحقق دموکراسی، تا تحقق به وجود اومدن امکانات برای زندگی، برای یک زندگی که مطالبات مردم پاسخ داده بشه، همچنان ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم. یکی دوستی نوشته که این توضیح بدید در ارتباط با قوانین بانکوک. بله، من اشاره کردم قوانین بانکوک قوانینی هستش که در مورد رفتار با زندانیان زن، چه زندانیان عادی و چه در برگیرنده کلیه زنان زندانی هست. همطور که اشاره کردم این قوانین عمدتاً به علت روی مواردی تاکید داره. از مواردی که تاکید داره در ارتباط با رابطه مادر و فرزند، در ارتباط با اینه که کودکان که مادرانشون زندان هستن، در واقع باید با حفظ حقوق و سلامت و روح و جسم کودک رو ما بسیار در نظر بگیریم. قوانین بانکوک در مورد نیازهای بهداشتی و سلامت زنان تاکید داره.
ما میدونیم در بسیاری از موارد حتی نیازهای روزمره زنان برای بهداشت و سلامت رعایت نمیشه. مسئله اشتغال زنان و مسئله یک نکته که در قبل شاید زیاد نپرداختم به اون، قوانین بانکوک در مورد آلترناتیف هایی برای زن در مقابل زندان برای زنان هم صحبت میکنه، به ویژه جرائمی که مثلا مثل جرائم مالی، جرائمی که اکثریت زنان زندانی عادی در ایران به خاطر اون در زندان ها هستن، آلترناتیف هایی که مثلا حبس خانگی یا غیره، که بتونن اونها اون رابطه خودشون رو با فرزندانشون نگه دارن. ما روایات بیشماری داریم که امروز مکتوب شده در مقالات، در کتاب‌های خاطرات زنان، به ویژه در دوره 10 ساله اول استقرار جمهوری اسلامی، که چگونه زنان زندانی و فرزندانشون، به ویژه زنان زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها، از شرایط بسیار بسیار غیر انسانی در زندان‌ها با فرزندانشون بودن. شما به درستی، خیلی سپاس دارم که به قدری میگم گفتنی زیاد، شما اشاره کردید و زندانیان عقیدتی در برگیرنده زنان زندانی بهائی و به هر حال نقض حقوق انسانی اونها هستش، دگراندیشان، حتی زندانیان عقیدتی زن که دین باورن، مسلمان هستن، اونها به دلیل مخالفت با رفتارهای جمهوری اسلامی، با اساساً استقرار جمهوری اسلامی، اونها به دلایل مختلف در زندانها به سر میبرن. همچنین شما از زینب جلالیان نام بردید، میخوام باز نام اون رو تکرار کنم، اینها زنان زندانی هستن که باید نام اونها رو به عنوان نمونه هایی از اذیت و آزار و نقض حقوق زندانیان ما اون رو به خاطر بسپاریم. متشکرم از اینکه اینو اشاره کردید. خواهش میکنم، تشکر میکنم. دوستمون فرح پرسیدن که در انتخابات امسال خوشبختانه رأی کمتری رو مشاهده میکنیم، حال میتوانیم به سازمان حقوق بشر بگیم که توجه بیشتری راجع به نقض حقوق بشر در ایران بکنن؟ و بعدم سوال کردن که وظیفه مادر خارج از کشور نیست، دلیلی هم این که ایشون چیز کردن، مسئله حقوق به انتخابات رو عنوان کردن، به خاطر که خب به خاطر شرکت خیلی کمه مردم در انتخابات، یعنی اینکه همین یک دلیلیه که مردم از این حکومت راضی نیستن، از این حکومت پشتیبانی نمی کنن و بیشترش هم در ارتباط با چیز همین مسئله حقوق بشره. بله، همونطور که دوستمون اشاره کردن، خیلی ممنون از سوالشون. بدون شک این حضور خیلی کمرنگ مردم ما در انتخابات در واقع بیانگر عدم رضایت از عملکرد جمهوری اسلامی هستش و در واقع به صورت مدنی در واقع مردم نشون دادن که امیدی در ایران وجود نداره، لااقل برای کسانی که رأی ندادن، که خواسته ها و مطالبات به حق مردم ما از طریق جمهوری اسلامی تحقق پیدا کنه. ما از اون عبور کردیم، لااقل اکثریت جامعه ایران. ولی در این مورد در واقع این که سازمان‌های حقوق بشری به این مسئله توجه کنن، بدون شک مورد توجهشون هست، مقالات بسیاری چاپ شده و چاپ خواهد شد. من میخوام یه نکته رو اشاره کنم که در ایران علارغم اینکه ما
جامعه داریم بسیار بسیار زنان بالنده، جوانان خوشفکر، تحصیل کرده در این زمینه بسیار باعث افتخار هستش در واقع جامعه ایران و حضور زنان و عاملیت اونها در خیابانها. ولی متاسفانه ما در مورد انتخابات، ما که مسئولش هم جمهوری اسلامی و نهادهای جمهوری اسلامی هستند، ما تفکیک جنسیتی از شرکت کنندگان در انتخابات نداریم. یعنی فرض کنید در کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، آمریکایی، حتی بسیاری از کشورهای گلوبال ساوت، یعنی کشورهای سقاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، وقتی که انتخابات هست آمارهای دقیق میاد بیرون، چه تعداد زنان در انتخابات شرکت کردن، چه تعداد مردان. من خودم در مورد تفکیک جنسیتی رای دهندگان چیزی هنوز مشاهده نکردم. حتی در مورد سن، گروه های سنی مختلف، چه تعدادی فرض کنید جوانان هستند که بر اساس بسیاری از تعاریف مستطر در قوانین بین المللی الان تا 35 سال هستش، چه تعدادی در چه گروه سنی در انتخابات شرکت کردن. این آمارها بدون شک کمک میکنه که آدم استراتژی های آینده نگر در سطح دولتی باشه، که ما در ایران اساساً چنین خواست سیاسی وجود نداره که ما بخوایم استراتژی های آینده نگر برای حضور بیشتر افراد در انتخابات بذاریم و به هر حال حتی کنشگران و سازمان های مدنی بتونن از اون برای اهداف خودشون برنامه ریزی کنن. از این نظر بله، عدم حضور گسترده مردم و بسیار کمرنگ نسبت به سالهای پیش، حتی این بیانگر این هستش که مشروعیت نظام و سیاست های اون امروزه دیگه مورد قبول اقشار و طبقات مختلف در ایران نیستش. ولی تفکیک جنسیتی رای دهندگان هم بسیار بسیار اطلاعات جالبی داره که متاسفانه من ندیدم. امیدوارم باشه و فقط من ندیده باشم، ولی ندیدم که چه تعدادی از زنان در انتخابات شرکت نکردن. بله، اینا فکر نمی کنم بتونن که از لحاظ جنسیتی جدا کنن. خب من میدونم که شما بیشتر از یه 5-6 دقیقه دیگه در خدمت ما نیستید، باید تو جلسه یه دیگه ای باشید، و یکی از دوستا پرسیده که این قوانین بانکوک ریشه‌اش از کجا اومده، چرا میگن بانکوک؟ بله، این در کشور تایلند، این اجتماع جامعه جهانی در کشور تایلند گرده هم آمده بودن، از این نظر به عنوان قوانین بانکوک هستش. و باید اینو اشاره کنم که قوانین حقوق انسانی در سطح جهان هی گسترده تر و دربرگیرنده تر شده طی سالهای از اعلامیه جهانی حقوق بشر، و علت اون هم اینه که همون چیزی که در آغاز خدمت دوستان که زندان‌های جهان در سطح جهان در واقع برای مردان ساخته شده، و از این نظر جامعه جهانی و فعالین و کنشگران، فعالین جنسیتی، فمینیستا، کنشگران حقوق بشر در خلال این سالها دیدن ما یک مجموعه قوانین دقیق تری فقط راجع به زندانیان زن، در برگیرنده هم زندانیان سیاسی عقیدتی و هم زندانیان عادی هستیم، به دلیل زن بودن، به دلیل اینکه مادر هستن و دلیل انگ هایی که به زندانیان وارد میشه بعد از حتی آزاد شدن، چالش های مختلفی که دارن برای اینکه زندگی خودشون رو سامان بدن. یکی از نکاتی که نمیدونم در ایران وجود داره یا نه، ولی لاقل در آمریکا این وجود داره، اینه که سازوکارهای بهتر اجتماعی برای زندانیان چه زن چه مرد هست پس از آزادی، خانه هایی هستش که زندانیان زن، زندانیان اینجا که زندانیان سیاسی به اون مفهوم در آمریکا وجود داشته در مبارزات زنان آمریکا برای حق رأی، تعدادی از زنان
آمریکایی به زندان افکنده شدند. ولی زندانیان عمدتا این رقم بالایی که من در آغاز صحبتم خدمت دوستان اشاره کردم زندانیان عادی هستند، ولی برای بازگشت اونها به زندانی در واقع نهادهای مختلفی هست. ترانزیشنال هاوزینگ هستش، خانه هایی که تعدادی از اونها 10-12 نفر، 15 نفر، 20 نفر. من خودم مدتی کتاب هامو به اونها اهدا می کردم، کتاب هایی که می خوندم انگلیسی به اونها می ترانزیشنال هاوزینگ هست، در اون خانه ها هستن تا بتونن یه فرصتی داشته باشن که با راهنمایی ها و مراقبت ها به زندگی عادی برگردن. رستوران ها و مشاغلی هستش که صاحبان اون مشاغل فقط این مشاغل رو به زندانیانی میدن که از زندان اومدن بیرون، در واقع تسهیل میکنن بازگشت این زندانیان رو به شرایط زندگی عادیشون. و امیدوارم در ایران هم نهادهای مدنی چنین امکاناتی برای به ویژه زنان زندانی عادی به وجود بیارن و بتونن اونها رو حمایت کنن که به زندگی عادی برگردن. معمولا زندانیان عقیدتی و سیاسی این چالش ها رو ندارن، زیرا اونها نه تنها مورد پشتیبانی و حمایت در واقع در بیرون از زندان هستن، بلکه مورد حمایت جامعه جهانی هم هستن و در واقع فعالیت های اونها سلبریت میشه، قدردانی میشه. نام هایی که جان برکف برای بهبود زندگی برای اکثریت جامعه برای زنان و مردان مبارزه میکنن. بله تشکر میکنم از شما، صحبت ها خیلی زیاده، مسائل خیلی زیاد هست در این ارتباط و متاسفانه خیلی کم در موردش صحبت شده و امیدواریم که در آینده دوباره میزبان شما باشیم. و میخوام اینجا تشکر کنم از تمام دوستایی که با ما بودن و سوال مطرح کردن و به صورت فعال شرکت کردن. اگر شما در آخر صحبتی دارید که اضافه کنید بفرمایید و که بعدم خداحافظی میکنیم که شما به جلستون برسید. بعد میخوام بگم واقعا به وجود تک تک کنشگران و زنان و مردانی که در ایران برای حقوق انسانی، برای عدالت، دموکراسی مبارزه میکنن افتخار میکنن. قربان شما، لطف کردین. شب و روز همه دوستان خوش. مرسی. خواهش.